سوال اقتصادی سوال اقتصادی دو... خیلی حرف که زن مردم میکنه توی زندان و حق زندگی ازش میگیره فقط به خاطر اینکه آره دیگه عوض مثلا مرد میاد بیرون زندگی میگه آبز کجایی آبز کس کس کجایی میری سکوی من میدی نه در می بابا رو پولش بود که نمیگه یه روز زندان آره از زنگ میزنه مثلا یه طرف یه دور کلان کرده اونم مرد اصلا... ایرانی بدبخ اصلا دو ساعت هفته... علی کرم داری دیرتر بیاد فلانی یه می دونه میدی جنگی دعا به خونه آب سی دقیقه بیاد اینم از بکنه فلان دو تا بزنه اونم تازه دل بپسی نره توش بچهش پولو نداریم کاندوم فلان دو تا زده یارو کردن تو زندان گذاشتنش اون تو بیرونم نمیذارن بیاد اموالش هم مصادره بکنم میره هوا سر چی؟ سر سر آقا اگه اون آل تو آلت داری منم آلت دارم اگه تو لذت میبری و منم دارم لذت میبرم اگه داریم ازدواج میکنیم یا منو میخوای یا داری خودتو میفروشی تکلیف تو مشخص کن اگه دو نفر همدیگه رو میخوان لزومی نداره اصلا چین چی بگم آقا من میدم به تو تو به من آقا تو تخمک داری باعث باروری میشی عامل اصلی منم من نطفه رو میکارم چیزی اینجا نداریم که بگیم پس در زن و شوی ما خب چون مرد مرده که میزنه بالا قوانین عوض میشه قوانین عوض میشه و این قوانین کاملا ضد مرده این قوانین کاملا ضد مرده حقوق زنها حقوق زنها بله یه کسی حقوق یه کسی ممکنه بخوره یا نوش زن و مرد نداره ولی در کل که نگاه میکنیم اینجا زینف نیستن زنها یعنی حالا شما در به ایران صحبت میکنید که زن رو بستن تو اینجا نمیدونی ای چه خبره من صحبت میکنم من در کل صحبت میکنم ببین اصلا ببین. اینجا ببین افتضاحیه نه اینجا بد میگم ده برابر بدتره من الان زنگ بزنم بگم زنم منو زده اصلا شاید پلیس نیاد مثلا میاد هیچی النا زنگ بزنه بگه شوهر منو زده منو بیناموس میکنن من یه بار همین دو خراش که زن زنگ بزنه بگه تو رو زدن میان میگیرنه حتی اگه میتونه زنت من اطلاع دارم که تو ما میتونه بزنه. زنگ بزنه دیگه هستم خودم تو جریان دیگه بگه که آقا به من تجاوز کرد یعنی قانونی وجود داره تو آمریکا که شما بلند بیا بگه زنت داری تجاوز میگه آقا زنمه حالا بیا ثابت کن که چیج نه تام میگه تجاوز کردی بهش یعنی یک زن میتونه اینجوری با تو رفتار بکنه که بگه فلان کارو نمیکنی نه دست پلی نمی فلان چیز نمیگه عاشم شور بود حالا سلام آقای پلیس شما به تجاوز کرد از تو شیشه یارو با کلاش میاد تو میذاره رو خیاط میخواد چیکار کنه نه واقعا همینه اصلا نمیتونی باور کنی یه دختره رو چمخ پیش گرفتن انداختن زندان سیزده تا و زندگیشون از بین برده یه رفته گفته این من ریپ کرده اون من ریپ کرده این ریپ کرده بعد مردو اکثرشون بیناموش شدن زندگیشون دست دادن این کار شدن, دیگه. شدن. الان میتو میتو یعنی چی؟ من یه سوالی از شما دارم مخصوصا توی سینما آقا تو اومدی برای یک بازیگر که نیستی ما, ما هنوز بحث چیزمون واز موندا من تعریفم ناقص بود روی بحث مهریه <applause> که ما دو حالت داریم ولی من بگم اینو واز بون حالا خدا میدونه تو کجا بگو به منش ولی نکته که وجود داره طرف میگه آقا فلان سال فلان بازیگر منو بنا کرد تو چرا صداتون موقع در نیامد ای کرده چطوری میدونه یه بازیگر که خودش نامونشون داره بیاد تو رو بگیره بکنه خیلی راحتم را رو بره نه بیا بگو برای این, که بود که دیده می نه بیاد باید ببین نه 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 میفهمم میفهمم یه سری اومدن ابیوزش کردن ولی پوینتش واسه این بود که میگفت من اگه اون موقع میفتم میگم دختر... هیچ می حساب نمیکرد نه 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 این حرفو نزا این حرفو نزا این حرفو نه این حرف دخترا بود نه دروغ این کد مهمل این کد اولا که ابیوس تو دختر نگاه میکنی تاپ پوشی داره تو کوچه میدو سر صبح تمرین میکنه سینش تکون میخوره هم یه ابیوز میتونه باشه این که از قبیل از این کسش نکته دوم زنه اومده داده که دیده شه شما فکر من... شما من, من اینجا نشستم بنده ابراهیم تارانتینو هستم ابراهیم چیه کوانتین تارانتینو هستم خب <applause> 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 شما یه دختری هیچ استعداد خاصی هم نداری فقط خیلی عزم میخوام به قول این بچه ها چون من فرم... براش ف... فقط این بچه هایی که هزینه ببین همین هزینه کردن و زن و خریدن و مهریه دادن و خرج کردن من با این واژه مخالف بودم گفتم آقا بزن نگید کس این از معنای انسانیه ولی واقعیت چیه وقتی که قراره به فروش برسی و مهریه و فلان میگیری پس کسی که داره پول کالای دیگه واقعیتش به همینه وقتی که یه کوی مثل شما میاد اینجا پیش من میگه میخوام فیلم بازی کنم خب بفرما چی از سینما میدونی فعلا چند تا تو میشناسی تو خود سینما ایران بود داریم بعد ایرانی ها صحبت میکنیم برای مردم ایران داریم حرف میزنیم خب چند نفرشونو رو داری میبینی که توی فیلم ها میان فقط روژه لب قرمز و چش رنگی هستن و هیچ چیزی از بازیگری وجود نداره دولت داره یا فامیل قبلا داده تو برنامه آتیش بده یا اومده داده گذاشتنش اونجا دیگه مردم گفته آقا من کارگردان شدم تهیه کننده شدم کلوف شدم تو بیزنس خودم من که نمیدم تو خونت بکنم که میگی تجاوز کرد اومدی اینجا دوستم... دادی رفتی بالا دیگه واقعا راست میگی من که دوستان توی کالیفرنیا توی هالیوود کار میکرد کارش این بود که بازیگر انتخاب کنه مثلا میگم یه نفر مثل تنتو میاد بهش میگه دختر بلند میخوام قدش 1.60 باشه این کارش این بود که میرفت مثلا 100 تا دختر اون حالت رو پیدا میکرد این 100 تا رو میرسون به 20 تا این 20 تا رو میفرستاد واسه ترنتینو ترنتینو بکنه یک بعد میگفت میگفت عین 20 تا رو میکنم میگفت یعنی اصلا دادن یکی از پارتاشه یعنی اصلا دختره که میاد خوبه حتی خوبم باشه میگفت اگه برم طرفش دستم بزنم رو پاش خود پاشو جمع کنه بهش میگم که اوکی روز خوب داشته با تماس میگم از میان دادمش بیرون حتی اگه بهترینم باشه میگو اصلا پارتیشه میگو یعنی دختران اینو میدونن خب من نمیگم کار دوست من خوبه یا بده و دارم میگم دخترها اینو فهمیدن و وقتی 20 دختر میاد مثل که مثلا بریم تو بازیگری بعد بگم آقا اگه پسرا میان بعد حتما با دو تا انگوش بکنیم تو سوراخ تو اینجوری بکنیم من به تو قول میدم بعد از دو ماه انقدر دعوا و کسافت کاری میشه این کارت کنسل میشه چون میگم آقا نمیتونیم حالا تو آفر بده یارو داد داد نداد دیگه ولش کن ولی دختر انقدر همه گفتن اوکی که دیگه شده پارتی از این بیزنس و حالا یه دختر که الان مثلا یه خورده حالا نمیخواد اینطوری باشه میره تو پاچش بس ببین تو حرف یه نکته فقط وجود داشت نکتهش دختره اگه پاشو کنید که کش... کنار خدا فسخایی خوشحال شدم پس اگه موندی هم خرو خر نمیتونی بخوای هم خور ما رو میخوان دیگه مادقبا همیشه همینو حالا رسیدی به یک جایگاهی که خودتو رو یک بلنگو میدونی حالا میتونی بگی فلانی منو کرد خب تو بهش دادی فلان بازیگر چولاق سینما ایران که نمیتونه را بره نمیتونه ببینه انقدرم کیرش بدتر از من چجوری میتونه رو بکنه تو روز روشن علی کی من پیام میده میگه با هم بخوابم میام کس ننت میام جق میزنم خدایا یه موقع بهش پیام مثبت ندم تحریک نشم به خاطر موقعیتی که چوسکی کم دارم وای به حال اون آدمی که تو اون لوله چجوری میخوادم چی ریسکیو بکنه با تیر سوراخ مگه اینجوریه میره بیرون پولی میکنه اینا میکسنس نمیکنه اینا نیست این توضیحات با هم نمیخونه تو اون روز دادی که برسی به جای انتقام اون روز تو بگیری ولی نه داد که به جایی برسه ولی چون به جای نرسید الان داره انتقام اینکه بی خوش میگیره به هر حال میشناسنش که میاد حرف میزنه خب یه کسی میگه می فلان تو فلان آقا همینه نه یا. آقا میخواد موسیقی بخونید برید ساند انجینیرینگ برید تنظیم برید آهنگسازی موزیک ویدیو کریت کردن لیریک نوشتن خوانندگی همه رو یاد بگیرید بلد باشید چجوری کمپانی لیبل بزنید موزیکتون رو پخش بکنید بدید بیرون آقا اونم آدم کیر داره میخواد بکنه یا انقدر متخصص باش که به خاطر تخصص و هنرت تو رو بخواد انقدر بازیگر باش که تو رو به خاطر اون هنر ها وجود این آدم برای دعوت ازت بکنن نه اینکه خود تو یک آویزونه بکنی یک جایی خود تو آروم آروم بکشی از روی کیرا بری بالا بعد خود تو یک راهبه نشون بدی که به تجاوز کردن و تو ناخواسته خیلی اتفاقی نشست روی کیرا آقایی کار کردن ببخشید چیزی وجود نداره اصلا چیزی وجود نداره یعنی ببین من... ولی میفهمم حرفای تو درسته ولی دنیایی که زندگی میکنن به خاطر مردی که به قول تو حشریه انقدر دنیاشونو ما میگاییم آخه می مرد حشریه بعدا چم تو, تو گربه تو خیابون میبینی آقای اقتصادی شما بزن مثال واقعی بر بزنم فصل ببین واقعی تر از گربه نیست تو خیابون داری که میپره روش فصل جفتگیری شما چقدر میتونی سر کیه تو یه جور از طرف مریض جنسیه یعنی مثلا نه, چیبار... نه این که میخوام بگم اینه ببین این یه دختره بود دختره بود دختره بود. بود. ما میشناختیم تو خیلی خوبی بود دختر باحالی بود بعد یه جا که گذشت دید که مثلا با یه دوست پسر داشت دوست پسر خیلی پولدار و اینا خیلی با هم خوب بودن این دوست پسر اینا با هم جدا شدن حالا چرا من نمیدونم اینا از هم جدا شدن از هم که جدا شدن این دختره شروع کرد رفتن به طرف اینکه که لبامو گنده کنم عمل کرد نمیدونم فلان مثلا چشاشم رنگیه خوشگل نیست ولی چون چشاش رنگی خاصه خب بعد دیگه خیلی لش شده بود رفت توی این داستانهایی که بریم خودم رو میس یونیورد و میس کندا و اینجور جاها تو این جاها که وقتی میخوای بری بالا فقط یه سری آدم هشنی نشستن تو به اینا میدی اگه حال کنم باید بده امتیاز میدم میگن شما شدی میس فلان همش هم بره چون مثلا تو کانادا که ما مثلا 38 میلیون جمعیت داریم کلا مثلا چه میدونم 200 نفر میرن یعنی تو باید اول اول همه باید ببخشید من واقعا معذرت میخوام به قول رضا اونایی که او و دکتران حالا واسه خوشگیش واقعا رفته ولی واقعا اکثریت کسایی که میرن واسه مثلا میس فلان میس فلان میس فلان و جنده های اون کشورن که به هیچی نرسیدن بعد الان دارن از این را خودشون رو تبلیغ میکنن میگه من برم اونجا که فلان کسک منو ببینه از فلان جا بیاد منو بگیره وقتی میخواد به چوسی بیاد بگیره رفتم میس فلانو گرفتم میس مال نمیدونم آرژانتینو گرفتم مال فرانسه رو گرفتم واسه همین تو چرا دختره واقعا من همش فکر مثلا میس یونیورس یه دختری که دو تا دکترا داره نه من فلان بعد که همین رفیقام هم بفهمون هم هم توشون فلان فقط جک و میرن اونجا چون ج... یعنی جک و جندگی میکشونت اون تو میبینی که پول اونجاست آدم گلدیگر بخره اونجا شوگه ددی اونجا بعد اونجا میدیم میفهمی خوشگلی چیه با جک و جنده می میچسبی بعد میخوام ببرن تون یه یاد زنگ میزنم به اون مسئول اون مثلا میس فلان میگه که من ده تا دو خبر میدارم میارم اندام میکنی تو هواپی ما خصوصی اندام میکنی اشغال میتونی میکنی خلاصه آقا ابزارن لیه همون مثال است همین میگم هم. حالا این دختر انداب میکنه توی همچین شرایطی خب ما همش نمی بینیم دیگه یه دختر خوب بوده تو رابطه بعد اومدن بیرون 10 سال گذشته پسر هنوز یه پسر نرمال و یه زندگی گرفته دارن حال و میکنن بمونه که اون دخترم جیب این پسرا رو زد رفت روشم هم چیت کرد این دخترم هم داره همین توی جک و جنده بازی در میاره بعد یه روز عکسش اومد بیرون لخت فقط یه شورت پاشه روی میز نشسته داره برف بازی میکنه و بعد یه پسر داشت دو عکس میگیره عکس‌ها میذاره بیرون خب الان یه دختریه که تو میبینی لبا عملی ممه عملی میفهمی که مثلا یه آدمی که مثلا فقط داره به دیگه فقط شلوه دیگه سطحیه منظورمه فقط داره به قیافه فکر میکنه بعد عکسش اومده بیرون توی بالاخره توی یه سری آدمیم دیگه ها یه اصلا خاطرات داریم چیزی داری؟ دیگه اصلا یادم میمونه این عکس هم اومده بیرون همه دارن این عکس رو مثلا نشسته رو روی فکر کنم فقط یه شورت باشه روی میز نشسته دستش اینجوری بوده بالا داره مثلا به عکس نگی در واقع مثلا عکس سومه بعد الان این اومده یه شوهر کرده پسر خوب قیافه خوب پولدار بعد دو... الان هر روز صبح عکس میذاره با بچهاش داره توی مثلا بهترین پارک ها میره دیگه خانم خوبی شده بعد منش فکر میکنم من خب مگه دختر بودم داشتم زحمت میکشیدم ریاضی بخونم بعد میدم دوستم فقط میره پارتی میکنه جک زندگی میکنه بعد ده سال بعد من هنوز دارم مثلا ریاضی درس میدم تو کلاس پنجم دبستان بعد اون انداب کرده الان تو ما خصوصی فلان بعد پنج سال بعد من یه شوهر معلم گرفتم که دو, دو نفر یه ماشین نمیتونیم به زور بخریم بعد اون الان داره سوار لامبورگینی میشه دو تا بچه‌ش هم داره سر مارک پرنش میکنه از نظر وجودی دیوونه میشدم من حقیقتش دارم میگم یعنی من چرا نمیتونم اینو بفهمم دختر تو جمع خوشون چه احساسی میکنن وقتی میبینن موفقیت واقعی همیشه واسه اون پتیار ترین است واسه اونی که فقط بخون ببین ببین سوال به خاطر اینکه غریزه انسانی توش وجود داره من دادن یا ندادن رو امر بد و خوبی نمیدونم ولی کردیت ازش گرفتن بد میدونم نکته هم که وجود داره اینه که توی کل دنیا تو وقتی که یک چیزی داری برای ارائه و خیلی خاص هستش مردم ازش دوری میکنن و مردم دنبال چیزهای بنیادی هستن چه چیزی بنیادی تر از یک دختری که خیلی لونده خیلی راحتم میده و تو اینو دنبالش بکنی و هر مردی بتونه تو رویش نوز خوش داشته باشه تو بیا بیا اون مرد برگردی بگی آقا در کوانتوم دو دوتا میشه پنج تو میگه بکیرم برای من مهم نیست برای من مهم نیستش که ما چند تا منظومه داریم برای من مهم نیستش که ما کی میبینیم برای من مهم نیستش که کی کره زمین آبش آب شرب نداره هیچی من الان دارم زندگی میکنم یه شیشه آبجو تو دستم سیخ کرده راجع به این موضوع چیزی داری من ارائه بدی یا نداری ارائه بدی پس وقت منو نگیر گم شو چیزی که به من میبندن توی کامنت میگن تو جرزه یوتیوب فارسی هستی میگن یعنی آقا تو اومدی زدی عمر کنار واسه خودت داری میری جلو بخاطر که من اینو میدونم بخاطر اینکه من اینو میدونم اما تفاوت من با اون آدمی که تو گفتی فقط با هرزگی اومدی بالا یا آدمی مثل آیلار دیانتی چطوری عیزم خوش باشی هر جای دونه کسی فقط بری بدی بعد بیای تو موزیک ویدیو آرش لباف بشینی بیاد مدلت بکنه که فقط بفروشه بلده من نمیگم این کار خوبی یا بده همونطور که نمیگم کاری که من میکنم خوب یا بده ولی میتونم من بگم در خودم و بعد بیان مثلا اینترویو بگیرن به آیلار دیانتی آیلار دیانتی چه چیزی داره به مردم بگه آیلار دیانتی چه چیزی برای ارائه به مردم داره بگه ولی ذات انسانی نمیدادش فرار کرد مسئله ما در مورد مهریه به خاطر انسانی بودن قابل نقد بود ولی چیزی که تو داری میگی قابل نقد نیست چون انسان به ذات دنبال اینه که بکنه بخوابه و برینه و تولید مثل بکنه هیچ چیزی براش لذت بخشتر از این نیست و اگر کاری هم میکنه 90 درصد 99 درصد علتاش داشتن مهارت های لازم و شرایط و فرد بهتری برای انجام این عمل است به میکنی؟ معدود افرادن که مثلا در موسیقی کلاسی کی الان میاد بشینه بشینه فوگ باخ با گیتار گوش بده سونات گوش بده سونات چیه سوناتها ها ماشینه چی میگی نما چی نما درد بابا چی چی میگی چی میگی نما دیرم دی یارو مهمی میگه یا آقا یکی بود اینجا یه دونه بگوزه یه دونه بزنه این وسط آها امریز طبیعی لذت ببریم یا این قاعده رو باید بدونی خب یا حذف میشی یا پول و ثروت تو رو میتونه نگه داره یا علم تو به واسطه یه پول تهیه کننده تو رو میتونه نگه بداره در غیر این حالت ها هیچی برای ارائه نداری مردم دوست دارن اون خانمی که تو داری میگی برای مردم جال چرا توی تام نیل؟ تو الان یه دونه ویدیو گذاشتی تو کلی ویدیو گذاشته بودی ام. یه ویدیو گذاشتی کسکون تو ریختی بیرون نشستی یه زنم بغلته چرا مخاطب گرفت چه چیز خاصی و نسبت به ویدیوهای دیگه بچه تمایزش از لحاظ محتوا چیه به نسبت فقط... خودت فقط دختر مردم دوست دارن آدم ها مرد آدم ها آدم ها رو بیشتر دوست دارن همین روابط اولیه انسانی رو بیشتر دوست دارن و هیچ چیزی جذابتر نخواهد شد براشون به غیر از کیروکوس حالا الان یه دانشمند شریف ندین زیر بنویسه کسکیش من فلانم فضا نوردم تو نمیدونم آیس سیگار روشن میکنم اینا ما در مورد کل صحبت میکنیم این توضیحات من به خاطر فرهنگ تخم مونه که ایوت بگم برای من مهم نیست برنامه تو دارم برنامه خودم بود چی هم نبود کسی من خیلی راحت میگم مرسی. آره ولی فقط اینم اضافه بکنم که اگر کسی همونطور که با هم صحبت کردیم ذهن رو پرورش بده تمام فشار بدنش از پایین تنه میاد اینجا و واقعا یعنی لق... با یک خود کل لذت جنسی و لقا و بقا همه چیش میبخشه و هدف من زندگی ارزش داشتن تکنیک چه تریت دیگران باشه چه کمک به دیگران چه خلق یا کریتیویتی باشه انقدر بالاست که تو میبینی لح لح میزنن آدم هایی که در کنار تو قرار بگیرند و تو حق انتخاب داری ولی باز انتخاب نمی کن. این حس قدرت انسانی این حس قدرت این که آقا من میتونم چیزی رو خلق بکنم که پس از مرگم بمانم این حس این که آقا من میتوانم از خودم چیزی بر جای بگذارم که دیگران شرایط نقدش رو داشته باشن تو نمیتونی رفیق تو ببری پای میز نقد چیزی برای نقد نداره خب اینتراکشن ایجاد نمیکنه اون پس از مرگش آد انسان پس از مرگش هیچ چیزی جز یادش نخواد ولی افرادی که ما هنوز داریم میگیم رازی ما هنوز داریم میگیم خیام ما هنوز داریم میگیم فردوسی ما هنوز داریم خیلی فقط و بس ایران نیستن و هیچ کلا دمنه ما از فرهنگ عرب غیر ازالک بره تا کشورهای دیگه تا به یونان ما هنوز ظرف سغرات رو داریم گوش میدیم و یاد میگیریم خب اون اون نیست که این لذت رو ببره ولی بودن همچین آدمی یا میل به بودن همچین آدمی لذت بخش از فرسنگ ها از اینکه خب آب کیر ما اومد امشب دست شما درد نکنه چقدر شد حساب کنیم بریم و میل جنسی ذات کثیف خودش رو خیلی خوب به مغز و فهم انسان نشون میده دقیقا در لحظه ای که آبت میاد همه رو قطع میکنه نشون میده که من فقط برای اومدنم و تمایلم برای تولید مثل بوده کردیت بیشتری به تو نمیدم و همین همین علت باعث میشه که بعضی از مردها میبینیم طرف باید روزی با چهار تا زن باشه نمیتونه میگه نمیتونم ارزا نمیشم به خاطر اینکه هیچ موقع سیرش نمیکنه چون سیری نداره یک میدیه که وقتی که تو به اون نقطه ارزان میرسی میبینی شاید بابتش چه چیزهایی رو از دست دادی چه, 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 کارها که نکردی برای اینکه به این لحظه چند ثانیه برسی تو لحظه ای هم که نیا نمیتونی بهش فکر کنی یعنی تو تا اصلا لحظه, تا ایم تا ایم تا لحظه ای که آب نیامده یعنی طرف برات بین اصلا حرفای طرف مهمه من با بایکی داشتم این رابطه جنسی برای یوتیوب جما که می... جما کی کلی آدم هم گیر میکنه چیز میخوابیده بودیم با یارو چون من جما می کردم با یارو خوابیده جما جما می کردن با یارو من خوابیده بودم <تصفح> این خیلی زن زیبایی بود مثل همه زنه که زیباست مهم نیست چقدر زیبا بود بعد این در گوش من حرف میزد بعد مغزم گفت در لحظه بود که دیگه عرق کردیم اینا مثلا و حضیعتی. این حرف میزد حرفش خیلی مهم بود میگفتم باب دیلن حرف میزد من اینقدر این خیلی داره میفهم ببینید چی داره میگه سب چی گفت همون آب من که اومد دیدم چقدر نه هم کریه هم کسخله هم نه هم بزن تو کست مادرش. <applause> داش من من خب کس مادرش همون داشت حرف میزد من لباسم هرشم رفتم کس که چی داره حرف حرف میتونی بزنی القا القا این یک الغایه که به تو میرسه میگی واو شق در چیه؟, چیه کلمه ایرانی دارم یه چی شده چهار ساعت پیش دیدم یه زنه از سر گوشه رد شد هنوز درد میکنی یا اصلا کردم آب که میگی دخترا میدونن شق درد میگیری بعد قصد بین می کنی میکنن شق بگیری بیمونی باشه شق درد نمیگیری تو تو توهم اینو داری که بی... تو تو آبت نیاد نمیشینی یه گوشه خب بعد شق درد یک توهین به مرد به حساب میاد یعنی مردی که تحریک شده است اما سرانجامی نداشته است یعنی شق درد یعنی کیره اینجوری <تصفح> حالا حتی مال من بگم مال من اونوری بود یه دختره اومد یه یه ما خونه من میومد شبابش شباب من شباب میخوابید تو تختم با هم میخوابیدیم بعد خوش یه خور میمالم به من اینا بعد بعد, بعد یه ما من هم میگفتم میخوابیدم همونجا خیلی ریلکس میخوابیدم بعد از یه ما یه هایی گفتش که لا از سب تو شغدر نمیگیری؟ گفتم که نه گفت چطوری میتونی من یه ماه هر شدم پیش تو میخواهم مثلا شغدر نگرفتی و اینا من درد گرفتم من تو خواهم داره درد میکنه گفتم خب دیگه من میدونستم تو داری تنگ بازی در مثلا تو مغزم نبود که تو مثلا قراره کاری بکنی و گفت نه دیگه واقعا نمیتونم بیا امشب یه کاری بکنیم ولی یه ماه تو شروعا کار میکنی ببین مغزشون میگم مریضه به خاطر این, این کاراشونه میخواد به من بده اومده تو خونه من اومده تو اتاق خواب من اومده تو تخت خواب من اومده زیر پتوی من منو بغل کرده سی روز این کارو رو کرده تا یه روز من به زور بکنمش چون من یه روز آدم شعباشو بکشم دست منو زد گفت نه نکنی مثلا ما قرار فقط بیم تو تاقات بخواهی ما فیلم ببینیم دیگه کدوم انسان تو تاریخ تمدنی کاری کرده که تو داری میکنی با من من جای مادرتم به من اینا میگفتن میگفتم مادرم رو میکردم این جزم من هم به اون چششتم میکردم نه نه بعد گفتم که گفتم خوبه که نمیخواد بده من نگی کاش نهارم آقا کاش 29 روز دوباره کاشو ریپیت کرد که من دوباره چیزش کنم و من نکردم بعد اومد گفتش که چرا نمی بکنی میشی میتو نکنی میگن کسخوله یعنی گاهی هم این منطقه کسخلتون رو واقعا خانومای عزیز 90 درصدتون که کسخلین من بهت میگم استدلالی پشتش بعد ببینید تازه لذت برای زنه یکی بیدونیست یکی از با لذت رابطه های جنسی رابطه که تو توش داری فورس میکنی طرفو برای زن چون به شدت حیوانی و لذت بخشی برای قشری که یک مرد مرد افتاده روی من داره میزنه خاک از روزا این بلند میشه اونم اون زنم اون زیر به روح همواتت خورما میخوره و شروع بکنه پدر مدرد دعا کردم بکن من یه میخوام بود میگو پسرم محکمتر گفتم اینجوری نگو در ها میداد میگو پسرم تو در. اینقدر بال بود با, با واکر هم را ولی به من زیرش رو میدیدی بخیر جایید کرد و پسر مادر نکنی کار با من بذار اونجوری بگیم مادر رو بگیم از آف میگیرم تأثیر نادرم هم یاد جرا چشم شما بخواب من میکنم مادر دست بزنم آره نه قشنگی دوشون پسرم محکم تر دا... یعنی <تصفح> <تصفح> من دیدم فرد بوله در میدم این داره نور به قبرم میباره دل پیرزن شد حالا نکتش نکته که اینه لذته برای زن من خیلی از زن ببین من نشد منسجم صحبت کنم این اپیزود حرفامون خودمونی شد من میخواستم جنبندی بگیرم از حالتی که نه نمیشه ما صحبت کردیم اومدیم جلو ر... روال خودش رو داشت ن... بد نبود منسجم نبود گپ زدیم گپ زدیم گپ خیلی خوبی هم حال شد فان شد چون مثلا خوش توت بکنم جدی میشه ولی ارزم بزرگت که چون آدم جدی خوشگیم هم. همیشه اینجوری هم. خدا شاهده باید بیای ببینی ارزم بزرگت خیلی تو آدم خوبی هستی به ارزم بود قرمت برم خب برای که دیگه فقط اینو اپیزودو بگم یه نتیجه گیری بکنی فقط من بگم تو... اضافه بکنم اضافه بکنم آره تو ن... اون, با محضی محضی بگو دیگه. اون این من این با عنوان بگم اون مرد ایدئالی که جهان ساز است و مردی است مورد اعتماد که میتواند تواند تاثیر بگذارد روی جامعه و میارزد دیگه نیست <تصف> اینم به اضافه بکنم و الان هم از, قوی هم از بین رفته یک فهمیدام. زمان ببین بحث ببین هر کلمه ای که صحبت کردیم اپیزوده بعد ریشه یابی بشی بس چرا بس خود مهمه ای چش... توش نمیشه زیاد چیز کرد باید بشیم چرا چرا اینجوریه نظر تو چیه این چیه به هر هر بخشش ولی خب ما قراریم ما قراریم حرف میزنیم با همیم گپ میزنیم و زنها الان همین با حفظ بهداشتشون با اینکه حس خوب به مرد میدن و چراغ خونن و روشنش نگر میدارن اثر مردم فعلا زیادن این مردی که ما صحبتش کردیم اون فوفوله تو باشگاه نیستش که جلو آینه عکس میگیره اون اسکله توی خیابون نیستش که دور دور میکنه اون آدمی نیستش که با پوله با باش اصلا پس پرونده بسته است و من الان کردیتو به زنها میدم چون بهداشته لسانی دارن تو حرف زدنشون کلا تمیزن از دیدنشون لذت میبری خودشون رو به روز گردن باعث آرامش میشن باعث امنیت میشن و توحش رو کم میکنن و باعث باوری یعنی وحشیگری رو چون چهار نفر توی چهار توی خام چهار نفر تو ایستگاه مادر قهوه طق میزنه تو مثلا دو تا خانم میاد میاد چیز دو تا مادری این زن امنیت میاره توی محیطی که این تو فرهنگ های شرقی اینجوریه ما باید فرهنگ خودمون رو بررسی بکنیم به چه صورت است پس ما در کل من در آخر حرفم کردیت رو به زنها میدم فعلا که برتری دارن نسبی نسبت به مرد های امروزی چون ما دیگه به کلمه واقعی مرد خردمند نداریم ما هر کیو میبینیم خودش و خودش خانومیه آقا این پایان صحبت هم بچه دمتون گرم منم واقعا میگم اگر امکانش هست مهریه پریار بزنید زیرش به نظر منم برای خارج از ایران چیزی که به نظر من فر و عادلانه بود این بود که میومدن میگفتن آقا یه سخفی داره بعد از ازدواج اگه مثلا یه نفر دو نفر با هم عروسی کردن اصلا مهم نیست منو رضا میتونم عروسی کنیم چرا من و رو مثال نمیزنی یعنی میخوای کسی دیگر رو بگی چرا من با تو ازدواج بکنم تو مثال دیگه دیگه تو میخوای بیا تو آره من نشی من میخوای من کلا بگو <تصفح> اون شب هم خیلی استیکر میفرستی تو تواله چه <تصفح> <تصفح> میرفته تو توالت می رضا ببین دکمه داره بغلش گرم نگرم می‌داره پشت من چه من چی کار تو پرسیدی گفتی کجایی من چیه اجازه کامپیوتر بغل کونش کام خاک تو سر ما کنه یاره واسه کونش پی سی داره با چهار اصل سی پیو خود مغزش سهسته نیست کامپیوتر اصلیم هم تا سی پیو نیم بعد خب من میگم از وقت دونا زن و مرد با هم عروسی میکنن باید یه سخفی باشه مثلا من چاقالم 100 دلار پول دارم زنم خفن 10 میلیون دلار پول داره با هم عروسی میکنیم 5 سال دیگه 20 میلیون دلار زنم پول داره من پولم شده مثلا 400 هزار دلار وقتی میخوایم طلاق بگیریم زنه باید به من پول بده قبول ولی باید من نباید به نظر من نصف بده باید بیام آقا یه ازدواج مکسیموم 3 میلیون دلار نه 7 میلیون دلار 2 دو میلیون دلار اینا شما خود بعد عاقلانه بشن حساب کتاب بکنن یه قیمتی بعد داشته باشه مثلا یه آدمی مثل من که کونی هم. من که مهم نیست و یه آدمی مثل جف بیزوز نمیدونم مثل همین خود تو جانی دب آه اونو کسی کسی که مثلا پول واقعا دارن بعد میان توی رابطه جدا میشن بعد مثلا یه عدای وحشی مثلا 33 بیلیون دلار یکی پول داده به یکی چرا چقدر یه زن میتونه تاثیر شده تو بیزنس این آقا من نمیگم بی تاثیر بوده یا با تاثیر بوده ولی نمیتونی تو بگی تمام زنا همونقدر تاثیر داشتن این خارکوسه صبح تا شب کار کرده صبح تا شب فکر کرده وقتی زن داشته زهر میزده را جمعی که چرا چراغشون قرمز نیست این داشته به بیزنس فکر میکرده چرا درست رو تخته بعد بیاد رو تخته بعد بگه, ب... رو تخته. بگه که منو قایده. تو را چش انظارم بن لیس قایت رو نگاه کن ببین من باز ببین هر چه ترکیه تر بدتر انقدر این کار رو این کرد این بند و خدا هیچ چیزی هم بود حالا الان نقاشی اینا میکنه نه حرف میزنه میگن قضا و سوپ میخورن تو دهنش اون وقتی انو دیده به خدا رفته پیج زده نقاشی میکنه دیوونه شده دیگه این چه صحنه فکر کن تو اون سن در واکنی رو, رو مواد نمیسی میبینی رو تختته اون خب چی میبینی خلاص معزه من فر بود یه سقف میذاشتن که آقا اگه مثلا سوهیل اومد یارو رابطه بیرون الان زن 20 میلیون پول داره قبوله اگه سقفش 7 میلیونه 7 میلیون به تو میدیم 13 میلیون واسه زن میمونه اگه زن من 700 میلیون داشت من هنوز 7 میلیون میگیرم 693 میلیونش واسه اون میمونه بعد این فر بود الان آقا جف بیزو با زنش طلاق گرفت 7 میلیون به زنش داد زن نمیتونه بگه وای من به گا رفتم فقط 7 میلیون کوشش 7 میلیون میذاری تو بانک ماهی بهت دلار پول میده اصلا به بقیه چه که میخواد چیکار کنی با اون پوله آقا تو توی رابطه میای، الان من میخوام با تو ازدواج کنم آقا من نگاه میکنم سوهل مخ... چه پسر خوبیه تو هم من نگاه میکنم یا اینم چه پسر خوبیه خب من اومدم با تو زندگی بکنم شرایط ایجاب کرده من یک سری امکانات دارم من تلویزیونی دارم تو, تو 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 پنجره داره خونه فلانه اینا چیزهایی که ما قراره با زندگی بکنیم ما با اینا ازدواج که نمیخوایم بکنیم بیدیم کی, چی... کی به چی میرسه که تضمین آیندم ربطی به خواستن با با هم بودن ندارد در اصل آقا تو همونطوری که صحبت بلند میشی میگی میرم کارم دوش میگیرم میرم کارمو میکنم میرم غذامو و فلانجا میخورم ورزشم میکنم چکاپم میکنم وقتی تو یک رابطه قرار میگیری دیگه قرار نیست فیل کنی همه چی تو که آقا تو با این آدم این آدم تو رو آروم میکنه با این خوشبختی برو کار کن برو خودت زندگی تو بکن با هم بخرید با هم بخرید این بهترین این اون والاترین حالتش که آقا این اینه آقا حالا من میام میام سوال تو 10000 دل... تو 20000 دلار داری من به من بدی 30000 داری با هم چیزی تو حتی بگی نه من نمیاد فردا دیگه به تو ندم قنبل دیگه قنبل قنبل کام قرض کنم, کنم، نیا کنم تو تو گل ولی دیگه ولی میکنن میگم که پس ما از هم انتظار داریم یعنی ازدواج به معنی با هم بودن برای هم به معنای انسانی نیست ازدواج یک بیزینس و یک مارکت خانوادگی شده حد و مرزم نداره همه جا همینه یعنی وقتی بحث ازدواج به وسط میاد دهنت گایده است بعد میبینی چند تا چیزت بغل هم دیگه بسنجم اصلا پس بعد ببینی خود دختره دیگه مهم نیست مادر دختره داره با مادرت کارایی میکنه بابا پسره پلن... داره دختره رو فلان میکنه دو دو طرفه است که فقط رو مریضن برای دمتون گرم امیدوارم یه یه چیزی از این اپیزود گرفته باشین و موقع ازدواج واقعا چون اون لحظه شونبولتون باقی امضا نکنین یه اون براتون در سر خواهد داشت هر روز سرتون میتونه بخوره مثل من پاش وایسین دو روز دعوا کنین یه اون راحت باشین تا اینکه دو روز دعوا رو بخیارشین. یه اون بگیرین دمتون گرم چاکس رضا مرسی ازانه.